با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. بهاره رهنما مردم رو نصیحت کرد و به ساده زیستی و مادی نبودن دعوت کرد. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. بهاره رهنما بازیگر مشهور و البته جنجالی کشورمون با منتشر کردن یک متنی در پیج اینستاگرامش حسابی جنجال به پا کرده. البته برخی از چهره‌های مشهور و بازیگران تا به حال چنین صحبت‌هایی با هوادارانشون داشتند، اما در این میان یک مشکل اساسی وجود داشت. از اونجایی که هنرمندان و سلبریتی‌های مشهور درآمدی بیشتر از میانگین جامعه دارند، مردم این صحبت‌ها رو از اونها قبول نمی‌کنند. هرچند این صحبت رو خالصانه و از روی خیرخواهی هم گفته باشند، ولی از قدیم گفتن سوار از پیاده خبر نداره. اما بهاره جون رهنما با منتشر کردن این متن جنجالی مردم رو نصیحت کرد و نوشته زندگیتون رو سخت نگیرید و درگیر تجملات عذاب‌آوری که همه انرژی و درآمد شما رو محاصره میکنه نشید. کتابی به نام قانون 70% هست که میگه 70% برنامه‌های آخرین مدل گوشی‌ها بدون استفاده میمونه و 70% سرعت یک ماشین گران قیمت و آخرین سیستم نیاز نیست. 70% فضاهای یک ویلای لوکس بدون استفاده میمونه. 70% یک قفسه پر لباس به ندرت پوشیده میشه. از 70% استعدادهامون استفاده نمیشه. 70% از محبت و عشقمون رو ابراز نمی کنیم. 70% از کل درآمد طول عمرمون برای دیگران باقی میمونه. روزهامون میگذره و پولهامون در بانکها و عشقهامون در سینه میمونه. وقتی که زنده ایم فکر میکنیم پول کافی برای خرج کردن نداریم، اما وقتی که میمیریم هنوز پول بسیار زیادی میمونه که هنوز خرج نشده و چقدر 70% دیگه که هنوز باقی میمونه. بعد از شعر جنجالی حاجی جون بهاره رهنما، این بار شعر بهاره رهنما سوژه کاربران در فضای مجازی شده. بهاره رهنما با انتشار بخشی از شعرش که نوشته بود همه کارخونه های داروسازی را خلع سلاح کرده ای. دیاسپام، اکساسپام، لوراسپام، کلوناسپام، همه در مقابل یک شب به خیر تو هیچند. حالا فهمیدیم حاجی جون چرا اون شعر جنجالیش رو واسه بهاره جونش سروده و گفته توازن کره زمین به اختلال میفته. اون حاجی جون هم در نقش دیاسپام، هم در نقش لوراسپام و هم در نقش موادها و قرصهای دیگهی برای بهاره جون بوده. امیر خسرو عباسی همسر بهاره جون رهنما متن عاشقانه درباره خانم همه چیز دون و بازیگر پرحاشیه سینما و تلویزیون منتشر کرد. امیر خسرو عباسی مالک یک برند آرایشی بهداشتیه. مدتیه که بهاره رهنما کارهای تبلیغاتی حاجی جونش رو انجام میده. حاجی جون بهاره رهنما هم که خب مالک برند لوازم آرایشی بهداشتی هاینس و ژاکسیه که بهاره جون رهنما قبل از ازدواجش هم برای این برند حاجی جونش تبلیغات میکرده که یواش یواش تو دل حاجی جون جا پیدا میکنه و یه دل نه صد دل عاشق حاجی جون میشه و خلاصه کار به جاهای باریک میکشه. احتمالاً تو الان میدونید که بهاره رهنما همین چند روز پیش پدرش رو از دست داد و تو این روزا هم عزادار پدرش هستش. صوتی جدید و خفن بهاره رهنما بازیگر مشهور و جنجالی سینما و تلویزیون باز هم در فضای مجازی جنجالی به راه انداخت. بهاره رهنما در اقدامی جدید با منتشر کردن یک ویدئوی کوتاه گفت هممون میدونیم که پاریس یکی از مهمترین کشورهای دنیا در زمینه دیزاین و طراحیه. اما از بازیگر ثروتمند و پولداری مثل بهاره رهنما که همش پوز مسافرت‌های خارج از کشورش رو به رخ همه میکشه و زندگی لاکچریش رو در معرض دید همه قرار میده، جالبه که نمیدونه پاریس کشور نیست، بلکه پایتخت کشور فرانسه است.
همین شده سوژه همه در فضای مجازی و بسیاری از مردم گفتن بهار رهنما خدا نکشتت، اگه نبودی انقدر نمیخندیدی. اما سینا وریالا مجری مشهور بهار رهنما رو با خاک یکسان کرد و نابود کرد. سینا وریالا با تمسخر در مورد بهار رهنما گفت بهتر بهار جان رهنما از این فرصت استفاده کنه و وارد عرصه سیاست بشه، چون سطح زبانش خیلی به سطح زبان نماینده های مجلس نزدیکه. چون بهار رهنما با منتشر کردن یک ویدیو گفته بود شاید توی بعضی غذاها یکی دو تا پیس روغن زیتون زده میشه و گفته بود نو روغن anyway. و همچنین بهار رهنما با منتشر کردن یک ویدیوی گفته بودن زمانی که من هنرجوی تئاتر بودم به من میگفتن تو بارونی، تو سپیدی، تو آفتابی، تو آسمونی، تو آبی هستی، تو زرد هستی، تو سبز هستی، تو مرغ. و سینا ولی الله گفت ای کاش مرغ میشدم این شعر سپید بهار رهنما رو نمیشنیدم. به به چه شعری واقعا. سینا ولیولا در ادامه گفت بهتر بهار جان رهنما برامون یه کلاس آموزش شعر بذارن، چون واقعا شعراشون عالیه. فقط انقدر بهار رهنما زیبا شعر میگه که احتمالاً من از خنده میمیرم و کار به جایی نمیرسه که بخوام خودم شعر بگم. اما بهار رهنما در ساعتی پیش با منتشر کردن یک استوری جدید این چنین نوشت عزیزای دلم این فالو برای جانم که استوری نمیذارم نگرانم میشین، خوبم و سخت مشغول کار، اینم اختصاصی تقدیم شما عزیزانم. اما جالب اینه که خود بهار رهنما میدونه اگر لحظه ای نباشه همه تعجب میکنن، چون بهار رهنما یکی از جنجال آفرینای فضای مجازیه که اگه نباشه بالاخره مردم دلشون برای بهار جون و شاید در کنارش برای حاجی جونشون تنگ میشه، چون یه سری از فالووراش عاشق همین سوتیای خفن بهار جون رهنما هستن. اما بهار رهنما با منتشر کردن یک پست جنجالی نوشت سالها بر سر دوراهی های عاشقانه بین نوشتن و بازی کردن مونده بودم. بی تجربه بودم و نمیدونستم گاهی نباید پارو زد، باید سپرد. اما هرچه شمهای بیشتری رو فوت کردم کششم از بازی بیشتر به سمت نوشتن رفت و بعد میل به ساختن نوشته های خودم و بازی گرفتن از آرتیست هایی که براشون نوشتم شد تمایل سالهای اخیرم به کارگردانی. من به مفاهیم افراطی اعتقادی ندارم، اما به زن بودنم میبالم و ساختن و نوشتن از دنیای زنانهی که خوب میشناسم این روزها عجیب روحم رو جلا میدهد. خب دوستان عزیز، ظاهراً باید منتظر سوتیای خفن‌تری از بهار باشیم، به جهت اینکه ایشون دیگه الان ترجیح میدن بیشتر بنویسن تا اینکه بازی کنن.